بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 20 خود قرار داریم. الحمدلله درس های ما خوب پیش میره و شما هم به علاقه درس ها را تعقیب میکنین. ما در این درس میخواییم که سوره الناس پیش بریم تا تجویدش به ترتیل بخونیم. و در تجوید سوره الناس ما چندین چیز باید در نظر بگیریم. مد اصلی را، حروف مفخمه، الف لام القمری را و الف لام الشمسی را و غنه نون مشدده و اخفای نون ساکنه و مد سکونه عارضی را. خب عارضی ما به خاطر میگم که من به فارسی به دری تلفظ میکنم، در عربی باز عارضی میگن، به داد تلفظ میشه. حالا من صحبت ما به دری و یا فارسی است. حالا باز کدام نگویه که ولا عینت سعی از مخرجش نکشدی و داد سعی تلفظ نکدی و این صحبت بیان مکی است به فارسی است. اما در صورتی که بالای حروف قرآن میریم او را باز به عربی تلفظ میکنیم. یعنی قدر شما میره متوجه باشید. میریم ما چی کردیم؟ سوره الناس سه دفعه نشته کردیم. در طرف دست راستش ما یک دانه سه دانه چوکات ماندیم. در چوکات یکان چیزها رو در بینش نشته کردیم که ما در هر دمو چوکات چیزها رو در نظر باید بگیریم. در چوکات اول ما مد اصلی و مد عارضی سکون و حروف پر در نظر میگیریم، یا حروف که مفخم به حساب عربی پر و هم این پر منامیته که دان ما باید پر باشه، مثل حروف قاف، خا و صاد. این حروف پر است که ما قبلا در مخارج خواندیم و حرف را را هم گفتیم که را در صورتی که فتحه بگیره و دمه بگیره پر خوانده میشه. اینو فهمیدیم. در مد اصلی هم فهمیدیم که در صورتی که الف سکون به ما قبلش فتحه باشه و یا ای که واو سکون به و ما قبلش دمه باشه، حرکت دمه باشه، و یای سکون به ما قبلش حرکت کسره باشن، این مد اصلی را جور میکنه. خب و ما مد اصلی را فهمیدیم که دو حرکت میگیره و ارگاه مد اصلی در آخر آیت میره و چون ما میخواییم که سکون کنیم، استاد کنیم آخر آیت در آخر، این را به نام مد سکون عارضی میگن. یعنی که اینمی سکون آیت که از عارض میشه، یعنی ما چون آیت ختم میشه، اینمی ختم آیت سبب ازی میشه که ما اینجا مد سکون عارضی بیاریم. و مد سکون عارضی که از دو کش تبدیل میشه به چهار حرکت. خب ایران فهمیدین؟ و میریم به در چوکات دوم که الف لام قمری و الف لام شمسی است. از این نام سوره الناس که است، ما الناس تلفظ میکنیم به خاطر از این که الناس نوشته شده، الناس تلفظ میکنیم. و ما گفتیم که الف لام در الناس امی لامش که است، ای لام شمسی است، پس تلفظ نمیشه. پس وقتی که ما ایده تلفظ میکنیم لامشه تلفظ نمیکنیم، در عوضش ما نونشه مشدد میسازیم. خب ایران قبلا گفته بودم برتون الوسواس، الخناس و الجن، ای لامها لامهای قمری است که هم نوشته میشه و هم خوانده میشه. خب ایران فهمیدیم. میریم در چوکات آخری که غنه نون مشدد و اخفای نون ساکن است. اینی چیزا ما میخوایم که کمک شرح کنم، باز در اینجا باز بعدا در یک جای دیگه هم ممکن که خوب به مشرح ای را باز بیان کنم. ما وقتی که نون مشدد داشته و هر حرفی را که ما مشدد داشته باشیم، مشدد یعنی که دو دانه، ما سر از او شدت میکنیم. این خب ما قبلا هم فهمیدیم. در صورتی که نون داشته باشیم مشدد باشه و میم مشدد باشه، ما او را علاوه از اینکه ما مشدد میگیم غنه میکنیم. غنه مشدد است، ام غنه است و ام مشدد. خب چرا این را میکنیم؟ به خاطر از اینکه
نون کی است؟ مخرج نون کی است؟ زبان است و بینی است. و مخرج میم کی است؟ لب است و بینی است. و وقتی که ما ایره مشدد میکنیم، ما سر نون و میم به خاطر از این غنمه که این مخرجش بینی رول دارد اینجا. بینی هم رول دارد به خاطر که پارت از مخرج نون و میم بینی هم است. هم زبان است، هم لب است، هم بینی است. از این خاطر این غنه میشه. غنه از بینی اونمو قسمت اونمو پارت را که در نون و میم ما داریم که مربوط بینی است، صدای اون از اون بلندتر میشه در مشدد، او میشه غنه مشدد. در دیگه حروف در مشددش غنه نمیشه به خاطر که مخرجشان از بینی نیست. تنها مخرج میم و نون علاوه از نون مخرج زبان است، از میم مخرجش لب است، علاوه از لب و زبان بینی هم مخرج میم و نون است. خب ایران فهمیدیم تا اینجا. میریم سر من در آیت چهارم. من شرل در نون، این نونش نوشته شده من، اما ما ایره من نمیخوانیم، ایره میگیم که نونه، ایره میگیم ما ایره اخفا میکنیم، نون ساکن ما اخفا میکنیم. چرا اخفا میکنیم؟ به خاطر که با زیر پسان میخوانیم که چون حرف شین بعد از نون آمده، ما ایره اخفا میکنیم، ایره باز پسان میخوانیم. اما حالا این نقدر بفهمید که ما ایره اخفا میکنیم. اخفا چی مطلب؟ اخفا این مطلب است که نون ما اخفا میکنیم. در اینجا ما نون اخفا میکنیم. نون ما گفتیم که نون مخرجش زبان است و بینی است. وقتی که ما اخفا کنیم، ستر کنیم، اما مخرج زبانش ستر میکنیم، قید میکنیم و مخرج بینیش میمانه. مخرج بینیش اوتومات صدای غنه را میکشه. از او خاطر ما که اخفای میم ساکن، اخفای نون ساکن میکنیم، وقتی که صدای نون ما نمیشنیم اما صدای غنهش هم میشنیم که از بینی میبره. از او خاطر ما ایره میگیم، ما ایره که وقتی میخوانیم من نمیگیم، ایتو میخوانیم من، میبینیم که صدا از بینی میبره. فهمیدش؟ صدا باید از بینی برایه. اگر صدا مطلب یعنی صدا از انجره میبره، اما مخرجش از بینی باید باشه، بینی لرزه کنه. اگر ما در اخفا بینی، بالای بینی ما کدام فعالیت از خود نشان نده، معنی ازیست که ما مخرج نون سی، نون اخفا را سی سی درست نکردیم. خب ما حالا این سوره را میخوانم به خاطر که وقت کلیپ ما نزدیک پوره شدن است. شما متوجه باشین که من چی رقم نون مشدد در نظر میگیرم، چی رقم لام سکون در نظر میگیرم، چی رقم مد سکون عارضی را در نظر میگیرم و چی رقم بعضی موضوعاتی که در اینجا شرح کردم من در نظر میگیرم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. امید است که این تلاوت سوره الناس کردم، یک اندازه معلومات کافی بر شما داده باشم و کوشش کنین که امی تلاوت مرا میتونین که دوباره بشنوین، یا ای که اول امی شرح را که من کردم شما میتونین که از قاری هایی که دیگه که در اینترنت ثبت است او را بشنوین و امی گفتار مرا در او تطبیق کنین، ببینین که چقدر برداشت کرده میتونین. خو اگر او قاری هایی که او تلاوت کرده به می رقم شرح کنه، خو بسیار ظرفیت سیف یا ظرفیت بسیار زیاد کار داره که این فایل خود سیف کنه. از او خاطر او دیگه تنها به می قرائت اکتفا کردن. خو دیگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در درس 21 باز ما
موضوع بعدی خدا برتان میگیم که چی است.